سلام به شما دوستان و همراهان عزیز. در این ویدیو به بیوگرافی، سرنوشت و علت کنارگیری تقی ظهوری، محبوب ترین بازیگر پیش از انقلاب که به بهترین بازیگر ایران تبدیل شده بود اما به یک باره از بازیگری خداحافظی کرد و همچنین واکنش شهبانو فرح پهلوی در مورد خداحافظی تقی ظهوری میپردازیم. لطفاً قبل از دیدن ادامه ویدیو کانال را سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم فعال کنید. تقی ظهوری در اول بهمن 1291 به دنیا اومد و او در دبیرستان در رشته هنرپیشگی تحصیل کرد. بعد از پایان تحصیلات به خدمت وزارت دادگستری درآمد. از سال 1315 در تماشاخانه های تهران مشغول بازی در تئاترهای مختلف شد و در سال 1317 پدرش را از دست داد و سرپرستی خانواده را بر عهده گرفت. او از سال 1328 وارد سینما شد و در مجموع در 86 فیلم حضور داشت. یکی از بیادماندگارترین نقش‌های خود را در فیلم گنج قارون ایفا کرد و تبدیل به یکی از بهترین بازیگران ایران شد. اما در سال 1349 به یک باره برای همیشه از بازیگری خداحافظی کرد. این هنرمند محبوب کشورمان شبی در خلوت دل در کنار سجاده نمازش از قرآن کریم استخاره می کند و صبح در اوج آرامش، سکوت و بدون هیاهو به روزنامه کیهان می رود و با انتشار یادداشتی برای همیشه از سینما خداحافظی می کند. روزنامه های عصر دوشنبه 6 مهر 1349 متن خداحافظی او را به چاپ رساندند. خبر خداحافظی آقای ظهوری که از سینما منتشر شد، خبری که هیچ کس باورش نمی شد. از فردین فروزان تا دیگر هنرمندان سینما، طرفداران او و حتی شهبانو فرح پهلوی هم خواستار بازگشت تقی ظهوری به سینما شد. اما این اصرارها نتوانست این هنرمند محبوب را از تصمیمش منصرف کند. او تصمیمش را در نهایت عزم و اراده گرفته بود. آقای ظهوری بعد از درخواست شهبانو پهلوی برای حضور دوبارهش به سینما به همسر شاه گفته بود حاضر است فقط در 3 فیلم دیگر بازی کند و در مقابل مبلغ 3 میلیون تومان دریافت کند و عین مبلغ دستمزدش را به خیریه ها ببخشد. این شرط گذاشتن و درخواست میلیونی در صورتی توسط این کمدین مطرح شد که همه می دانستن بالاترین دستمزد تقی ظهوری برای بازی در یک فیلم مبلغ 80,000 تومان بود. تقی ظهوری بعد از این اطلاعیه به زیارت خانه خدا رفت و بعد از بازگشت از مکه در هیچ فیلمی بازی نکرد. روزی که آقای ظهوری از سینما استعفا داد و از بازی در فیلم‌های فارسی کنار گرفت، موجی از جنجال و شایعه در محیط سینما میان مردم هنردوست به پا شد. در این میان مطبوعات هم نتوانستند از کنار این واقعه با بی‌اعتنایی بگذرند و در همان زمان مجله جوانان نوشت چرا ظهوری پولسازترین هنرپیشه ایران از سینما خداحافظی کرد و به دنبال این موضوع با آقای ظهوری به گفتگو پرداخت و از او سوال کرد چرا از سینما کناره گرفتی؟ آقای ظهوری در پاسخ گفت راستش دیگر به مرحله‌ای رسیدم که باید استراحت کنم. سینما از نظر مالی به من همه چیز داده است و می‌خواهم از این به بعد ظهوری مردم تبدیل به ظهوری خانواده شود. در این سن کار کردن آن هم با اعصاب خرابی که من دارم مشکل است. آقای ظهوری در پاسخ به این سوال که شهرت برایت چه دردسرهایی داشته است جواب می‌دهد سالها بود که آرزو داشتم مثل مردم عادی در خیابان راه برم، خرید کنم و تفریح کنم. متاسفانه مردم ما به یک کمدین به یک دید دیگری نگاه می‌کنند و خیال می‌کنند که یک کمدین در زندگی عادی هم یک آدم لوده و بیخیال است. آقای تقی ظهوری در طول عمر و زندگیش هیچ دلی را نشکست.
او به شدت به خانه و خانوادهش متعهد و پایبند بود. یکی از قوانین در چارچوب خانه ظهوری این بود که پای هیچ یک از بازیگران سینما به خانهش باز نشود. او همسری بسیار متین داشت که نامش احترام ظرفچی شیرازی بود. یک بار ازدواج کرد و ثمره این ازدواج 3 فرزند، 1 پسر و 2 دختر می باشد. تقی ظهوری پر از انرژی، بسیار شوخ‌طبع و بی اندازه خوش اخلاق بود. او در کالبد زندگیش هیچ نقطه سیاهی نداشت و مزرعه انسانیتش بدون آفت و بسیار سرسبز بود. آنچه آقای ظهوری را در نگاه و دل هر ایرانی بسیار متفاوت و از هر نظر خارق‌العاده و ارزشمند می‌نمود، این بود که این هنرمند بزرگ سینما در اوج شهرت و محبوبیت از سینما کناره گرفت. آقای ظهوری کم کم بسیار کمرنگ شد و دیگر در هیچ فیلمی بازی نکرد و سرانجام در 9 اسفند 1370 در سن 79 سالگی دار فانی را ودا گفت و در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی. سپاسگزارم از لایک و سابسکرایب شما دوستان عزیز که برامون بسیار ارزشمند است. لطفاً شما دوستان عزیز هم یک جمله در وصف این بازیگر محبوب برامون کامنت کنید و اگر هنوز عضو کانال نیستید، لوگوی سرنوشت را در پایین تصویر مشاهده می‌کنید که با یک کلیک ساده می‌تونید عضو کانال بشید و ویدیوهای ما رو دنبال کنید. خیلی خیلی مواظب خودتون باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون.